سردابه های زیر صحن که دفن کنه. معمولا این مراسم 20 دقیقه طول میکشید، تلقین و دفن و همش 20 دقیقه تموم میشه. هر چه منتظر شدن حاج عباس نیامد. طول کشید، یک ساعت شد نیامد. نگران شدن، مشعل برداشتن، چون سرداب تاریک بود، روزنه ای نداشت جز در ورودی که از پله ها می رفتن پایین. مشعل برداشتن برن ببینن این کجاست، چی شده. وقتی آمدن دن حاج عباس بیهوش افتاده، کار دفنم ناتمامه، هنوز میت رو گذاشته اما هنوز صورت شبا نکرده، یا وا کرده ولی کامل نیست، در قبرم نبسته هنوز. جنازه حاج عباس برداشتن بیهوش آوردنش بیرون، آب به صورتش پاشیدن و بهوشش آوردن و چته. وقتی بهوش آمد، خب آدمی که یه عمر مرده دفن کرده که از مرده نمیترسه که، چش شده ای؟ شغلش دفانه، مرده دفن میکنه، چش شده بود؟ وقتی به هوش آمد گفت پسره کجاست؟ پسری پیرزنه که 17 سالش بود کو؟ آوردنش، گفت مادر تو سیده بوده، سید حسینی بوده؟ گفت نه. از اولاد امام حسین نبوده؟ گفت نه. پرسید مادر شما روزخونی داشته برای امام حسین؟ گفت نه. مراسم روزه و اینا نداشته؟ نه. هی سوال هی میگفت نه. گفت مادر تو با امام حسین چه ارتباطی داشته؟ چه رابطه‌ای داشت؟ گفت ما بیرون کربلا زندگی میکنیم، یه مزرعه داریم تو راه نجف به کربلا که میان، اونجا مزرعه ماست، باقی داریم، باغچه ای هست و همونجا هم زندگی میکنیم، همه چیمونم تو همون مزرعه میکاریم، از خرما و گندم و جو و بادنجون و خیار و گوجه فرنگی و چند تا گاو داریم، گوسفند داریم، زندگیمون از همون تأمین میکنیم، مرغ و خروس و اینا هستن. در طول هفته هر چه محصول داشت این مزرعه ما خرج خودمون میشد، ولی مادر ما محصول روز پنجشنبه ها را گذاشته بود برای امام حسین. از صبح پنجشنبه خودش بلند میشد، ما هم وادار میکرد، محصول رو درو میکردیم. حالا اگر انگور بود، اگر انار بود، اگر خرما بود، اگر پرتقال بود، اگر بادنجون بود، خیار بود، گوجه فرنگی بود، اگر هرچی اون روز مرغا تخم میکردن، تمام تخم مرغا، هرچه محصول بود اینا رو توی طبقای سینیایی میچید، میآورد دم در باغ، سر راه زوار امام حسین که شبای جمعه پیاده میآمدن کربلا، اینا رو هدیه میداد به زوار امام حسین. همیشه هم به ما میگفت شیر، پنیر، کره، تخمرغ، هرچه محصول ماست روز پنجشنبه، هرچه بود مال زوار امام حسینه، یه دونش شما ها نباید بخوریم. این کار مادر من بود. با از ظهر پنجشنبه تا غروب زوار دیگه میرسیدن به ما، ما اینا رو می آوردیم تقسیم میکردیم به زائرین امام حسین. حالا برای چی اینا رو میگیم؟ چرا این سوال کردی؟ گفت وقتی من مادر شما رو رو به قبله گذاشتم تو قبر، صورتش رو خواستم باز کنم، به محضی که بند کفن رو باز کردم، صورت مادرتون رو باز کردم بذارم رو خاک، یک وقتم یک نور عظیمی ظاهر شد، یک قامتی از نور
آمد وایستاد، به جای که من تلقین بدم اون قامت نور اول فرمود شیعتی حبیبتی انا الحسین، من حسینم. یک عمری، یه مرجع تقلیدی رو برای من نقل کرده، یه عمری هر شب جمعه از زوار من پذیرایی کردی. جوونا عملی ها، محبتی که به لفظ بگیم دوست داریم یا فقط سینه بزنیم بگیم دوست داریم، نه، محبت عملی. یک عمر تمام روزای پنجشنبه شبای جمعه را از زوار من پذیرایی کردی، امشب خودم آمدم ازت پذیرایی کنم. اولین پذیرایی که تلقین تو، اعتقادات تو خودم برات بگم. اون وقت شروع کرد، به محضی که من این جملاتو شنیدم از شدت شوق بیهوش افتادم، دیگه نفهمیدم. امشب شبشه جوونا، اگر میخواین عملی وارد این میدون بشین و ثبت نام بکنید تو این میدون، راه باز و فتح الفتوح هم همیه که امشب دل امام حسین رو ببری، یه کاری کنی. خصوص خصوص اگه دل مادرش فاطمه زهرا را امشب به دست بیاری. گر نگاهی به ما کند زهرا، جمله دردها دوا کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، هرچه خواهی. صدا رو بلند کنین، اکوش کم باشه. هرچه خواهی عطا کند زهرا. جوونا قبر امیر المؤمنین تا زمان هارون رشید مخفی بود. امیر المؤمنین وصیت کرده بودن منو شبانه به خاک بسپاری، و الا دشمن میان، خوارج میان، بدن منو در بیارن، آتش بزنن، بسوزن. لذا امام حسن سه تا جنازه درست کرد، یه جنازه رو فرستاد مدینه برای که نفهمن قبر علی کجاست، یه جنازه رو فرستاد مدینه، یه جنازه رو طرف بیابان‌ها فرستاد، یک جنازه رو هم طرف نجف اشرف فرستاد، همون جایی که الان قبر امیر المؤمنین. آقازاده ها بدن پدر رو تشییع می کردن تا اون مراسمی که باید انجام می شود. در زمان هارون رشید قبر مخفی بود تو بیابون، هیچ اثری هم نداشت، نه بقعی نه بارگاهی، فقط گاهی بعضی از ائمه مثل امام باقر و امام صادق می آمدن کنار قبر امیر المؤمنین با بعضی از اصحاب خاصشون، قبر امیر المؤمنین رو زیارت می کردن. در زمان هارون رشید، هارون به شکار رفته بود، یک عده سگهای او، سگهای شکارچی، آهوان رو دنبال کردن. آهوا، دسته آهوا فرار کردن، یه پشته ای بالا رفتن روی تپه مانندی، یه آهوا نشستن رو زمین، سگام دیگه تعقیبشون نمی کردن. هرچه هارون
این سگا رو میفرستاد، سگا رو زمین می نشستن، سرشونم می داشتن رو دستاشون، نزدیک نمی رفتن. تا آهوها از اون تپه می آمدن پایین، با سگا بهشون حمله می کردن. سه باری تکرار شد. هارون رشید تعجب کرد، دستور داد یکی رو بیارین ببینیم در این بیابان چه خبره. پیرمردی رو آوردن که وارد بود. هارون ازش پرسید پیرمرد در این پشته خاک چه خبره که آهوان بیابان به اونجا پناه میبره؟ گفت اگه منو امان بدی میگم. گفت امانت میدم. گفت میخوام این تپه خاک رم امان بدی، در حضور همه وزرا امان بده. هارون گفت امان میدم. گفت از گذشتگان ما، پیشینیان ما، پدران ما به ما رسیده این پشته خاک، قبر امیر المؤمنین علیه، اینجا نجف علیه، اینجا پناه بی پناه، امید نامیدان. یا صاحب الزمان، قسمت میدم به اون روزی که قبر امیر المؤمنین آشکار شد. تا زمان هارون رشید مخفی بود. از زمان هارون، هارون دستور داد اونجا رو بقعه و بارگاه بسازن، حرمی بر امیر المؤمنین اونجا ساختن. من میخوام بگم هنوز یه قبری از مخفی مونده از اون یمی که زوارش گرد. یا علی قسلنی بالله و حنتنی و کفنی و سل علی فی الله ولا تعلم احدا. علی جان شب من غسل بده، شب کفن کن، شبانه به خاک بسپار. یه حرفی هم میخوام بزنم، میخوام بگم یا امیر المؤمنین، کاش قبر امام حسنم مخفی بود، کاش شب تجیش میگردم که 70 چوبه تیر به جنازه امام مجتبا نرسه. بدن حجت خدا را تیر باران نمی کردم. الله الله الله. اینا مراسم دفن امیر المؤمنین و حرم علی بود گفتم، ولی میخوام یک کلمه بگم جوونا، یه مراسم دفنی هم تو کربلا بود. بنی اسد یه قبر دست جمعی کندن، 72 شهید را کنار یک دیگر تو این قبر چیدن. یا الله یا الله. وقتی آقا نماز خون بدنها رو دفن کردن، پرسید آیا بدن دیگه ای مونده؟ گفتن آقا یه بدنی تو گودال قتلگاه، این بدن خیلی سنگینه، ما نمیتونیم او رو بلند کنیم. هرچه سعی کردیم نشد. فرمود او بدن حجت خدا
ولی خدا پدرم حسینه، امام رو جز امام نمیتونه دفن کنه. بنی حسن برید یه بوریا برام بیارین، یه حسین بیارین. جوونا بدن بابا رو میان بوریا پیچید، چون تو کفن از بزی بدن قطعه قطعه بود، امکان بلند کردن ندارد. آقا بدن و بغل گره وارد قام شد، هر چی بنی اسد منتظر شدن دیدن زین العابدین بیرون نمیاد. وقتی جلو اومدن دیدن صورتشو به اون رگهای بریده گذار، هی میگه بطایا اما دنیا فبعد که مظلمایا والآخرة بنور وجهك مشرقا. بابا رفتی و دنیا تاریک شد، آخرت به نور تو روشن شده. یا صاحب الزمان، جوونا کلمه آخر منه، از قبل بیرون آمد زین العابدین لحد و گذاشت خاکا رو ریخ، با انگشتش رو قبر پدر نوشت هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا. زیر بغلای زین العابدین رو گرفتن، از بس گریه میکرد. پرسید بنی اسد آیا بدن دیگه ای مونده که دف نکرده باشی؟ گفتن آقا همه بدنا رو دف کردیم، دیگه بدنی باقی نیست الا یه بدن کنار نهر علقمه افتاد. انقدی بدن قطع قطع نمیتونی بلندش کنی. فرمود بنی اسد او بدن عموم ابوالفضل العمام، انشالله بین الحرمین برات بگم. آقا جلو افتاد، بنی اسد دنبال زین العابدین. وقتی بدن عموش دید سیه زد و بیهوش رو بدن عمو. حسین صاحب
زینب حسین ام خار جوونا امشب شب آخر قدره، اگه امشب آمرزش تو نگینی، اگه امشب برای نجات خودمون یه کاری نکنی، فرمود کسی که تو مارم از اون آمرزیده نشه دیگه خدا او رو نمی آمرزه تا رمضان سال آینده. من لم یغفر له فی رمضان لم یغفر له الى قابل. امشب هر جور شده التماس کن، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. قرآن آرام مقابل دیدگانتون باز کنید، به آیات قرآن خیره بشید، کتاب خدای شما، این قوانین پروردگار شما. بگو اللهم انی اسألک به کتاب کل منزل و ما فی و فیه اسم کل اکبر و اسما کل حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائك من النار. جوونا گناهانتون رو در نظر بیارید. من یک دقیقه سکوت میکنم، هر کسی به خودش فکر کنه، به گناهانی که گرده، گناهانی که میدونی خدا نبخشیده. امشب در خونه خدا العف العف بگو. من یه دقیقه سکوت میکنم، شما با خدای خودتون مناجات. یا الله یا الله العف. وای
وای وای الا همه با هم ده مرتبه الهی علا 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 اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من تقائك من النار. حالا قرآن ها رو سر بگذارید جوری که نوشتاش طرف آسمان باش، یعنی خدایا اگه من لایق نیستم به من نظر کنی، اگه لیاقت ندارم بهم نگاه کنی، خدایا به این مجلس نگاه کن، زیر هر پاره قرآن یه جوون گناهکار نشسته، خدایا من گناهکار هستم اما امشب به پا خودم اومدم، تو خونه امام حسین آمدم، در خانه تو آمدم، خدا منو دستگیرم نکردی هنوز، میدونم یه روز دستگیرم میکنی ولی هنوز دستگیرم نکردی، به پا خودم اومدم بگم من بعدم اقرار دارم گناهکار، امشب از گناهان من در گذر الهی علا علا الا اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه و به حق که علیهم فلا حد اعرف به حق که من، حالا ده بار فریاد بزن مثل اونی که تو چاه داده مجبور داد بزنه،
شاید یکی صداشو بشنوه بیاد نجاتش بده. بکن یا الله، بکن یا الله، تو روایات داریم اگه کسی ده بار بگه یا الله، خدا بهش خطاب میکنه لبیک عبدی، بنده من چی میخوای بهش بده؟ مبادا امشب کسی مایوس باشه، امشب صدا لبیکشو میشنوی، خصوص اگه ده مرتبه داد بزنی الهی به محمد، به محمد. الهی ده مرتبه، الهی به علی، به علی. ده مرتبه جوونا شب آخر قدره، بهترین واسطه رو در خونه خدا میبری. داد بزن ده مرتبه الهی به فاطمه، به فاطمه. خدا به اون چادر خاکی علف، علف، به اون لحظه ای که تو کوچه بنی هاشم زمین خورد، الهی علف. به اون لحظه ای که فاطمه صورتش رو خاک می گذاشت، الهی علی. سادات منو ببخشید اگه این شب نبود نمی بود، به اون صورت سیلی خورده، الهی علی. ده مرتبه الهی بالحسنه،
بالحسن 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 ده مرتبه الهی بالحسین 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 ده مرتبه الهی خدایا به اون لحظه ای که از بالا از زمین افتاد اون لحظه ای که صورت رو خاک گذاشت فرمود الهی رزن به قضای تسلیم الامر لا معبود سوایت یا غیاث المستغیثین ده مرتبه الهی بعلی ابن الحسین بعلی ده مرتبه الهی به محمد ابن علی به محمد ده مرتبه الهی به جعفر ابن محمد به جعفر ده مرتبه الهی به موسی بن جعفر به موسی ده مرتبه الهی جوونا هر کی هر آرزویی داره این قسم خیلی بزرگه خدا امام رضا رو خیلی دوست داره
داره، کسی دال از در خونش مأیوس بر نگشته. ده مرتب الهی بعلی ابن موسی، بعلی ده مرتب الهی به محمد ابن علی، به محمد ده مرتب الهی به علی ابن محمد، به علی ده مرتب الهی بالحسن ابن علی، بالحسن ابن آخرین پناه، آخرین حجت، آخرین امید، جوونا پناه بی پناه، امید نامیدان، امام زمان دونه. اگه توی لحظه نگیری، اگه دست تو نگیره، اگه یک کلمه نگه تورم دوست دارم، اگه در گوش تو جوون بگه انی احبک دوست دارم، یعنی فتح الفتوح شده، یعنی او که به خاطر گناهانت دوست نداشت، امشب خدا جوری آمرزیده که امام زمانتم دیگه دوست داره. ده مرتبه از عمق وجود فریادا، الهی بالحجت، بالحجت، بالحجت،
حالا چهل با اگه الان بد بگن لبیک بنده من یه همه قسم دادی مگه چی میخوای بگو خدا فقط یه چی میخوای چهل بار فریاد بزن اللهم اجل ولی یک الفرج اللهم دستاتو از سر بگذرون اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اللهم اجل لوليك الفرج اللهم
صاحب الزمان. سيدي ومولاي انت يا المهدي التخاطب احسن جدك بالزيارة تقل له يا جدي مصابك بالقلب تشتعل نارة ولا أندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دماء. انت يا المهد التخاطب احسن جدك بالزيارة تقل له يا جدي مصابك بالقلب تشتعل ناره. انت كل ارض اللي تطبها تصير كنها الغاضرية وكل مكان تشوف عالي تشوف تل الزينبية وكل شباب تشوف عينك تشوف جاسم والمنية وكل صغيرة تمر عليها ترسم بعينك رقية. تكوي قلبك وتكوي المهدي قلبنا اشطول يا درب السبايا حين عماتك من جنة وانت كم مرة المشيت وتجذب بكل مرة ونا مدري ونات اليتامى مدري زينب مدري سكنة. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب يسمعك يسمعك المولى نادي. بدم المظلوم بدم العطشان بدم الغريب بدم الطفل الرضيع يا الله اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضى المنذورين اللهم اشف كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارحمنا في هذه الليلة وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا وارحمنا.
اللهم زد في قلوبنا محبة مولانا صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وخدامه وشيعته، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالنبي وآله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.